روز جهانی کارگر امسال در ایران در شرایطی برگزار میشه که بیش از 7 ماه از قیام سراسری مردم با خواسته سرنگونی نظام میگذره. در همین حال کارگران و نفتگران همراه با سایر اقشار جامعه برای دستیابی به اولیه ترین خواستهاشون دست به اعتراض و اعتصاب زدن. با هم بشنویم صحبت های یک کارگر از تهران رو در رابطه با همین روز جهانی کارگر در کشورمون. کدام تبریک، کدام عید، کدام روز کارگر؟ آقا این تبریک ها به چه دو یکیلو گوش میشه؟ چرا ما خودمونه بخوام در حد شعار فری بینیم؟ چه تبریکی برای بازنشسته؟ چه تبریکی برای کارگر؟ مگر کارگر روز داره که بهش تبریک بگو؟ مگر حق و حقوقش میگیره؟ مگر در حرمتش رعایت میشه؟ مگر کرامتش رعایت میشه؟ مگر قانون برش رعایت میشه؟ مگر کارگر روز داره؟ این روز جهانی مال اون کشورهاست که قانون برشون حاکم هست. ما باید تسلیت بگیم نه تبریک. آخه برای بازش چه چیزی؟ من در اینجا تو خونم دارم از چه کنم دارم میمیرم. به نام شعار روی کاغذ همه چی برای منه؟ مثل همون مسئله انقلاب که به نام منه، ولی تو عمل پشیزی هم ارزش قائل نیستن مسئولین. همه ستون فقرات زندگی هر فرد رو به گردش در میاره و میتونه به پویای برسونه، به من پول نمیدن، حق و حقوق منه نمیدن. بعد بگیم روز جهانی کارگر مبارک بازش، چه مبارکی؟ بله، چرا شاهد چنین شرایطی در ایران برای کارگرانمون هستیم. همراه میشیم با آقای فریدون سلیمی. آقای سلیمی، به شما سلام میکنم و خیلی ممنون که در این گفتگو همراهمون هستین. خب صحبت‌های این کارگر دردمند و همینطور خشمگین رو از تهران شنیدیم. میدونیم که این روزها بسیار فریادهای کارگران بلنده. ارزیابی شما از شرایط اونها در ایران چیه؟ بله، ابتدا سلام میکنم هم خدمت شما، هم بینندگان عزیزتون و همچنین به همه قیام کنندگانی که در ایران به دنبال تلاش برای سرنگونی این رژیم هستند، که یک نمونهش الان در صدای این کارگر عزیزمون میشنویم و بقیه زحمتکشان هم همه در چنین وضعیت اسفباری هستن و قطعا محصولش جز این نیست که رژیم حاکمه که جز قانعت چیزی نمیشناسه. در پاسخ به سوال شما، خوب شاید از اینجا شروع کنیم که طبق قانون اساسی خود همین رژیم، بزرگترین بخش‌های کلیدی اقتصادی، بخش‌های اعظم مثل معادن بزرگ، مثل تجارت خارجی، بازرگانی خارجی، مثل صنایع مادر، مثل امور بانکی، اینا خب همه به اصطلاح متعلق به دولت بود، دولتی که طبعا باید خدمات پس بده و نتیجه و محصول اینها طبعا توسط دولت به دست مردم برسه. اما ما شاهد بودیم که در مقطع احمدی نژاد، یعنی در سالهای 84-85 و بعدش هم بخشم در همین دولت روحانی بود، که طبق فرامینی که خامنه ای صادر کرد، یه دو تا فرمان، در واقع بخش اعظم در واقع این شرکت های مادر، این مؤسسات بزرگ اقتصادی و شریان های اصلی به اصطلاح اقتصادی مملکت رو، اینها رو قابل خصوصی سازی کرد که بتونن توسط به اصطلاح اشخاص خصوصی خریداری بشن و به این ترتیب از دست دولت خارج بشن. خب این یک انتقال بسیار مهم و به اصطلاح بزرگ و عظیمی در به اصطلاح تاریخچه حاکمیت این رژیم هستش که به این ترتیب راه رو برای این باز کرد که اصلی ترین به اصطلاح منابع اقتصادی این مملکت که متعلق به مردم هست به دست سپاه پاسداران و هلدینگ های عظیم و مؤسسات عظیم به اصطلاح اینها بیفته و همچنین بیت خامنه ای و نهادهایی که وابسته به اون هستند، که در به اصطلاح سیمای آزادی هم متعدد بارها در این مورد این موضوع در جزئیات گزارش هایی داده شد که چطور این نهادها به اصطلاح این منابع رو، این شریان های اقتصادی اصلی رو به اصطلاح خریداری کردن، به دستشون افتاده، آقازاده ها و تمام کسانی که از نزدیکان و اصلی ترین نهادهای این مملکت هستن و اینها. هدف هم این بودش که این بنیه عظیم مالی به دست ولی فقیه و سپاه پاسداران بیفته که هزینه های اتمی، هزینه های موشکی، هزینه های جنگ و جنگ افروزی در منطقه و همینطور تروریسم بین‌المللی رو باش پیش ببره،
که میدونیم دیگه ابعاد این اقدامات رژیم تا کجاست، بدون اینکه نظارتی از جانب به اصطلاح دولت وجود داشته باشه، حسابش رو به مجلس پس بده و الی آخر. بعد این وضعیتی هستش که فکر میکنم آماری بود که احمدی نژاد در مقطع سال 96 تا در اسفند 96 که اشتباه نکنم که گفت درآمدهای مربوط به این بیت خامنه‌ای، یعنی خامنه‌ای و نهادهای وابسته اون، بیش از 700 میلیارد دلار هست، که بعدن هم در سالهای بعد این رقم رو نزدیک به 1000 میلیارد دلار اعلام کردن. یعنی فقط یک قلم حساب کردن که سود حاصل از این در بانک رو اگر شما به اصطلاح حساب بکنید میتونه 40 میلیون نفر از مردم ایران رو، معیشت اونها رو حل و فصل بکنید، چیزی که همین الان این کارگر عزیزمون اشاره میکرد که به فکر فردای خودش هست که چجوری نون در بیاره و پاسخ خانواده‌اش رو بده. همین روزا هم شاهد هستیم که در سیمای آزادی اسنادی رو افشا میکنن در به اصطلاح از هلدینگ های همین وابسته به سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای، که چطور در این اسناد اشاره به این داره که حقوق‌های نجومی به اصطلاح هیئت مدیره های این نهادها، این مؤسسات مالی داده میشه برای اینکه به غارت خودشون علیه مردم ایران ادامه بدن و چپاولاشون ادامه بدن، در حالی که ما میدونیم حقوق یک کارگر 4 تا 5 میلیون تومان هست، اما اینها به اصطلاح درآمدهایی نزدیک به 60 70 میلیون تومان حقوق میگیرن، و تازه نه در یک نهاد، بلکه میبینی که در چندین هیئت مدیره، یا مدیر عامل یا مشاور به اصطلاح هیئت مدیره هست یا عضو هیئت مدیره است، و به این طریق از چندین منبع مالی اینها حقوقهای با این درآمد سرشار میگیرن. و به این ترتیب اگه شما سوال بکنین پس پول کارگر کجاست، هیچی، پول کارگر دست همین کارفرمایان، دست همین مقامات رژیم، همین بیت خامنه ای و همین نهادهای وابسته به اون و سپاه پاسداران هست که اینجوری به اصطلاح غارت میکنن. در همین نمونه که من اشاره میکنم، هلدینگ قدیر هست از مؤسسات وابسته به سپاه هست که اشاره میکنه در اون به اصطلاح شخصی به نام عباس فرهادی که هیئت مدیره شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان هست، همین شخص 57 میلیون حقوق میگیره، خودش 6 یا 7 جای دیگه هم عضو هیئت مدیره هست و درآمدهای مشابه همین رو میگیره. این میبینید اختلاف طبقاتی تا کجا به کجاست، و این وضعیت حاکم بر جامعه ایران هست و نظامی که به اصطلاح حاکم کرده خامنه‌ای. خامنه‌ای که خودش همین 2 روز پیش، یعنی 2 روز قبل از همین روز جهانی کارگر، اشاره به این داره که به اصطلاح بخش اعظمی از فساد وجود داره در این هیئت حاکمه، ثروت‌های بادآورده‌ای وجود داره، بعد دلالی و رشوه‌خواری و نمی‌دونم ویژه‌خواری و رباخواری و این گونه به اصطلاح فسادهایی که در دولت وجود داره و واگذاری‌های غلطی که صورت گرفت، که در واقع سر این واگذاری‌ها خود این خامنه‌ای هستش که اینطور حالا بله. انگار که از جای دیگه ای صحبت کرده و تعلق به این کشور نداره و خودش در رأس این نظام قرار نداره. به هر حال تا جایی که به آمار ارقام برمیگرده، از اینکه فقط درآمدهای موجود یک کارگر بیشتر از یک هفته اون معیشتش رو تأمین نمی‌کنه، یا 64% تورم در اسفند گذشته وجود داشته که آمار ارقام دولتی است که خود حکومت داده، یا 95% کارگرای پیمانی که آمار بسیار وحشتناکی، البته روشن است وقتی با 3000 به اصطلاح حرکت اعتراض در جانب کارگرها مواجه است، با این اقدامشون در واقع اهرمی دارن برای اینکه اونها رو بتونن هر لحظه که بخوان اخراج بکنن، و به این وسیله اهرمی برای فشار گذاشتن و کنترل این حرکت‌های اعتراضی است که از این جانب صورت می‌گیره. به هر حال بیلان مختصری بود از وضعیت. آقای سلیمی، الان شما توضیح می‌دادین که چگونه وضعیت فساد در نظام خامنه‌ای چگونه است و مشخصا شرایط رو با اون چیزی که بر کارگران میگذره و بالای دستی‌هاشون برامون گفتید. اما تو همین در تو همین موضوع و همین شرایط برخی جریانات هستن که شرایط امروز کارگران رو با زمان سلطنت گذشته در با زمان شاه مقایسه میکنن این دو رو، و نتیجه گیریش مهمه، نتیجه گیری رو تبلیغ میکنن که خب پس بعد برگردیم به اون زمان، اگه در مقابل با زمان کنونی اینقدر اختلافه، شما نظرتون چیه؟ شما اون زمان چی دیدید و چه پاسخی برای این قیاس دارین؟ بله، خب یکی دیگه از به اصطلاح نتایج حاکمیت این آخوندها و خامنه‌ای و نظام ولی فقیه همین هستش که اینقدر اوضاع رو خراب کرده که
حالا راه استبداد سلطنتی و استبداد گذشته رو به رخ میکشن که وضع در اون زمان بهتر بود، در حالی که هیچ وقت چنین چیزی نبوده. به طور واقعی در اون ایام هم فشارهای اقتصادی بر کارگران و محرومان و بخش زیادی از جامعه وجود داشته. آمار ارقام به شدت گویاست، چون حاکمیتی بود استبدادی و وابسته و در نتیجه بیلانهای اون خیلی روشن هستش. مثلا من اشاره بکنم به اون چی که تحت عنوان انقلاب سفید خود به اصطلاح شاه را انداختن اون ایام، که خب اهدافش البته تحت عنوان اصلاحات ارضی در بخش کشاورزی در اصلاحات ارضی بود، ولی در اساس یک بخشش برای کنترل وضعیت سیاسی و پتانسیل انقلابی بود که در روستاها وجود داشت، برای اینکه بتونه این رو مهار بکنه، به خصوص در اون مقطع که سرفست به اصطلاح انقلابات از روستا بودش و اینها در سایر کشورها مثل ویتنام و چین و قصه الهازا. به همین خاطر یک هدفش سیاسی بود، ولی هدف دیگه‌ای که دنبال میکرد از اون در واقع جایگزین کردن مناسبات سرمایه‌داری به جای مناسبات فئودالی بود. و به همین خاطر در همه ایام وقتی که صحبت از خریداری زمین توسط کشاورزان شد، اولا زمین‌ها که زمین‌های نامرغوب رو به اونها دادن، بعد هم که این زمین‌ها رو با 15 تا 20 سال قسط دادن، پرداخت قسط این زمین توسط کشاورزانی که از عهده پرداخت اون بر نمی اومدن و در اینجا مجبور به فروش اون زمین ها میشدن و به دنبال اون به اصطلاح رفتن به حاشیه شهرها، در واقع وضعیت بسا وخیم تر برای کشاورزان فراهم کرد این اجاره زمین ها. و بعد هم زمین هاشون رو به اصطلاح مؤسسات کشاورزی و کش و صنعت های اون موقع میفروختن، که اینها در واقع همون فودال های سابقی بودن که حالا در نظم نوین سرمایه‌داری تبدیل به اصطلاح کش و صنعت ها و صنایع زراعی یا به اصطلاح شرکت های سهامی زراعی شده بودن در واقع در فرماسیون جدید. بعد هم که با وارد کردن ماشین های کشاورزی، بخش زیادی از این کشاورزان و به خصوص کارگران کشاورزی که فصلی کار میکردن رو بیکار کردن و اونها هم دست به جابجایی از روستاها به شهرها و حاشیه نشینی زدن و ما در تهران فقط یک قلم 1,000,000 ما حاشیه نشین داشتیم در زمانی که جمعیت ایران نزدیک به فقط 30,000,000 حد اکثر بود. یعنی ما در یه چنین وضعیتی به سر می بردیم. آمار ارقام ها خودش گویا هست. مثلا فرض کنیم ما در سال 1340 صادر کننده به اصطلاح کشاورزی بودیم و در سال 1350 در اواسط اون ما حدود 1,000,000,000 دلار فقط مجبور به خرید به اصطلاح محصولات کشاورزی بودیم. این محصول یعنی نتیجه به اصطلاح انقلاب سفید در زمینه ارضی بودش که رژیم رو انداخت. یا در سال 50 و 52 که محصولات کشاورزی 16.6% فقط از به اصطلاح کل صادرات ما رو شامل میشد، در حالی که 60% مردمیان در روستاها زندگی میکنه. این چه توازن نامیمونی وجود داشته به دلیل وضعیتی که به اصطلاح در همون مقطع بر اثر اصلاحات ارضی ایجاد شده بود و فقط 1/5 زمین‌های قابل کشت در اون مقطع به اصطلاح داشت کشاورزی صورت می‌گرفت. این محصول به اصطلاح اصلاحات ارضیش بود. در زمینه مدرن سازی و رفرم‌هایی هم که در اون مقطع به اصطلاح شاه مدعی شد، نتایج اگه نگاه بکنیم واقعا رقت انگیزه، به خاطر اینکه در سال 52 که بهای نفت یک بار بالا رفت و 4 برابر شد، چون زیرساخت‌های لازم رو نداشتیم، این نقدینگی وقتی وارد به اصطلاح جامعه شد، از اونجایی که جذب صنایع مادر نمیتونست بشه و نداشتیم، جذب تجارت خارجی شد، محصولات خارجی زیادی وارد کشور میشد، در نتیجه بسیاری از همون بنیه ضعیف تجارت به اصطلاح اون صنایع داخلی که وجود داشت و قابل رقابت نبودن با اجناس خارجی، اینا ورشکسته میشدن، کارگرشون بیکار میشدن و همین کارگران که بیکار میشدن در نتیجه خب منجر به اصطلاح بیکاری بیشتر در جامعه و فقر و فلاکت بیشتر جامعه میشد. آمار ارقامی من اینجا دارم که خوبه بهش اشاره بکنن. مثلا فرض کنید که در همون ایام اشاره میکنه به اینکه در سال 56 9% رقم بیکاری بوده، در حالی که در سال 53 این رقم 1% بوده. یا مثلا اشاره میکنه که در همون ایام به دلیل وضعیت اینکه اینها در این سرمایه‌ها و این پول جذب صنایع به اصطلاح زیرساختی نمی‌شده، جذب بخش ساختمان و فروش زمین و ورود دلال‌ها می‌شده، که زمین‌ها در همون مقطع و اجاره به اصطلاح مثلا تا 300% افزایش پیدا کرده بود
در سال 1355 یا ارقام دیگه داره از هزینه های زندگی در سال 54 که 10% در سال 1356 این رقم به 25% رسیده بود. من اگه بخوام به ارقام اشاره بکنم به اندازه کافی گویا هست داره. از وضعیت و نتایج رقت انگیز سیاست های اقتصادی که شاه در همون مقطع پیش بود، علارغم این که فراوان پول نفت بود که به ایران وارد میشد، ولی به دلیل وابستگی و استبداد این وضعیتی بودش که در جامعه ایران به اصطلاح ایجاد شده. ممنون از تصویری که بهمون دادین از شرایطی که در واقع کارگرها و وضعیت اقتصاد کشور در زمان شاه داشت، چون این قیاس رو انجام میدادن با شرایط کنونی. اما آقای سلیمی، به عنوان آخرین سوالی بخوام کوتاه بپردازیم به اینکه شرایط روز جهانی کارگر و جامعهمون امسال مشخصاً چه تفاوتی با سالهای گذشته داره و اساساً راه خروج کارگران رو از این تنگنای اقتصادی، البته باید بگیم کل اقشار ایران رو، چون فشار به همه واقعا داره میاد، این چطور میبینید؟ بله، خب من فکر میکنم بعد از قیام 401 که از شهریور ما داشتیم، مردم ایران به واضح‌ترین صورت، به صریح‌ترین صورت خواسته خودشون که سرنگونی رژیم رو گفتند و اعلام کردند. شعار اصلی مرگ بر خامنه‌ای بود و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی هر گونه استبداد چه در گذشته چه استبداد کنونی رو باطل اعلام کردن و راه حل خودشون نه در خواسته ها و مطالبات صنفی یا افزایش حقوق و فشارهایی که در ابعاد مختلف به کارگران وارد میشه در اون نمیبینن دیگه، چون میدونن که این نظام به هیچ عنوان پاسخگو نیست. تمام مانورهایی که طی سالیان گذشته رژیم علیه کارگران به کار برده بود که با فریب و عوام فریبی و پشت هم اندازی و تشکیل کمیته های مختلف و قوانین مختلف در مجلس و قصد الهازه، دیدن همه اینها بی حاصل هست و اصلا این رژیم نه قصد داره نه نیت داره، چون خودش و در رأس اون ولی فقیه هست که خودش سردمدار این غارت و چپاول هست و بزرگترین به اصطلاح هولدینگ های به اصطلاح سرمایه‌داری رو به راه انداخته برای استثمار هرچی بیشتر و وحشی‌تر از همین کارگران. یعنی این مؤسسات گسترده مربوط به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران گسترده‌ترین بخش کارگران رو چه در صنایع ماده، چه در صنایع نفت، پتروشیمی، در همین به اصطلاح صنایع تجارت، کشتیرانی، بانک‌ها، خب در همین‌ها این کارگران توسط همین بیت خامنه‌ای و خامنه‌ای و همین سپاه پاسداران دارن استثمار میشن و از گودشون کشیده میشه توسط همین مؤسسات مالی. پس بنابراین پر واضحه که قوانین و اون که به تصویب میرسه هیچ وقت با حضور و مشارکت کارگران نبوده، اصلا امکان تشکل کارگری وجود نداره در این نظام، به خاطر اینکه فقط یک شوراهای اسلامی ضد اسلامی کارگری وجود داره که توسط خود رژیم اداره میشه و بس، و هر گونه تشکل رو به اصطلاح ممنوع اعلام کرده و یا آنقدر زیر فشار میذارن و یا تهدید میکنن که نمونه‌هاشو در سالیان گذشته ما زیاد دیدیم و به این ترتیب چیزی وجود نداره برای اینکه خواسته ها و مطالبات کارگران اصلا ارگانیزه بشه و بعد به اصطلاح طرف حساب به مجلس بشن و بعد پشون اعمال بکنن، بلکه کارفرما در همدستی با این نظام و به اصطلاح سران اون میبرن میدوزن و قوانین ضد کارگری رو بعدی اونها به اصطلاح اعمال میکنن، کما اینکه ما میبینیم در همین در حالی که بیلان تورم در جامعه 64-65% اعلام شده در اسفند ماه گذشته، ولی اون چی که برای به اصطلاح افزایش دستمزد قائل شدن چیزی نزدیک به فکر کنم 24-28% هست ناره. که مطلقاً یعنی به نسبت سال گذشته که همون میزانی هم که گفته بودند و 4-5 یعنی تقریبا 50% کم بود، الان این مبلغ دو برابر شده این کم بوده مزد کارگران و طبعا یعنی سفره کارگران به نسبت سال گذشته دو برابر کمتر شده، کوچیک‌تر شده و این وضعیتی است که این رژیم اعمال کرده. پس نتیجه این که این نظام ازش چیزی برای کارگران در نخواهد اومد، در اینجا در پیوند بین تظاهرات ها، حرکت های اعتراضی این کارگران،
با قیام سراسری و سرنگونی این رژیم و جنبش سراسری هستش که راه برای اعاده به اصطلاح هم حیثیت و هم وضعیت حقوق اونها و مطالبات بر حق اونها حاصل خواهد شد و در نتیجه این پیوند هست که راه رو برای سرنگونی این نظام و اعاده اون باز میکنه و یک عدالت واقعی اجتماعی رو برقرار میکنه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای فریدون سلیمی که توی این گفتگو همراه ما بودین در روز جهانی کارگر و شرایطی که کارگرانمون در وضعیت کنونی اونها در میهنمون. ممنون از شما آقای سلیمی، وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. با تشکر از شما فرصتی که دادید.